وزیر دفاع ملی در نشست روز یکشنبه مجلس سنا رویداد 400 بستر را پیچیده میگوید. دی معلومه که چه دا تروریستی پی خلکم زیره او بطلا چا دا کارو که دوی مده چی پدی که دا زمنگ دی وزارت دفاع کشفی او استخباراتی ارگانون ولی غفلت وکو. در امین آقای عبیبی نامنی ها یک سال اخیر را در کشور بی پیشی نمیگوید، اما از رهبری ضعیف و فساد اداری همچون چالش های بزرگتر فرارای نیروهای ارتش یاد میکند. دغه ضعیف رهبری او دغه فساد مفسد سره غل سره دا اردو لشال خوانه پا پیش قوزه وی. وزیر امور داخله نیز که جنگ افغانستان را پیچیده میداند، از خشونت‌های بیشتر در سال روان هشدار می‌دهد. با این حال تاج محمد جاهد از آنچه که دخالت‌ها در تعیینات و تبدیلی‌ها در وزارت امور داخله می‌گوید بیشتر نگران است. لوجستیک در استخبارات استخدام میشه، استخبارات در تعمیرات استخدام میشه. این مصلحت وطن کشور ما همگی است. این وزارت امور داخله به تنهایی خدمت می‌کند. در این میان رئیس عمومی امنیت ملی از ادامه بررسی ها درباره رویدادهای 400 بستر و مهمانخانه ولایت کندهار سخن میگوید. اگر کل ما اراده سیاسی داشته باشیم، آیا کابل اصلاح کرده میتونیم یا نه؟ 100% اصلاح کرده میتونیم. اما خود ما ناقص اولش هستیم. پیش از این گفته شده است که مجلس نمایندگان نیز مسئولان نهادهای امنیتی را به روز دوشنبه به این مجلس فرا خواهد خواند و استیضاح خواهد کرد. و روز شنبه معاون نخست مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور غنی در دیدارش با وی خواست است که از استیضاح مقام های امنیتی صرف نظر کنند، ورنه فرمان انحلال شورای ملی را صادر خواهد کرد. ریاست جمهوری این گفته ها را رد کرد و نیز خود رئیس جمهور صبح یک شنبه در دیدار با اعضای مجلس نمایندگان بر پشتیبانیش از شورای ملی تاکید ورزید.